توام ای خواهر با جرأتم، بیا به میدان ای برادر دلیرم، با تلاش و مبارزه وطن را رهایی ببخشی. ملت به آرزوهایش میرسند، زن زندگی آزادی. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ یعنی نه حوصله دارم، نه حال دارم، انقدر عصبیم. با حال مریض، سرماخورده، با بینی کیپ، با این صدای داغون، 45 دقیقه طول کشیده من این قطعه رو دانلود بکنم. مدل ضبطی که هر روز دارم انجام میدم باید ضبط نشه. مگه میشه همچین چیزی؟ انقدر که انرژی منفی توی مملکت زیاد شده، اصلا هیچ جوره کارت را نمیفته، مسیرت همش جلوش یه اتفاقی میفته که کارت عقب بیفته. یعنی واقعا حالم بده ها، عصبی، داغون، بی اعصاب. 50 دقیقه است دارم من ضبط میکنم، ضبط نمیشه. مگه میشه همچین چیزی؟ کی تموم میشه این بدبختی؟ خدایا کی تموم میشه؟ ما راحت شیم از دست اینا؟ انرژی منفی بره از این مملکت، از این کشور، از این سرزمین. بابا خسته شدیم، به خدا دیگه خسته شدیم هممون. ببخشید، خیلی غر زدم میدونم، ولی دیگه تنها کسایی هستین که باهاتون میتونم راحت حرف بزنم و قرآن و سر شما میزنم. خب میخوایم که قطعه، حالا من با لهجه بلد نیستم میگم، کردیه، وره میدان، که به زبان کردیه ابیو شاهین نجفی و آقای پدرام شهلایی، بذارید از رو دقیقا بخونم براتون که اشتباه نباشه، یه وقت با آهنگسازی و تنظیم پدرام شهلایی با همسرایی ناصر رزازی، اگر اشتباه نگفته باشم. انگلیسیش رو بذارینم نوشتن اینجا، نه، قطعه کردیه که حالت سرودتور داره اگر اشتباه نکنم، چون توی پیج اینستاگرام گذاشته بود ابی جان، دیدم حالت سروتور داره. آره بریم ببینیم که به چه صورته. فقط پفش 10 ثانیه اولشه هی شنیدم، چون اینو داشتم ضبط میکردم ضبط نمیشد، عصبی شده بودم. بریم ببینیم که به چه صورته. لگه تو مای خوشی ببیرم، بره میدن برای دلیرم، لگه تو مای خوشی ببیرم، بره میدن برای دلیرم، بتی خوشان و خبر. خب معنیش رو که طبیعتا نمیفهمیم چیه و بیشتر باید راجع به موسیقیش صحبت بکنم، راجع به شعرش نمیدونم حقیقتا. دوستان کردی که ویدیو رو میبینن خوشحال میشم که بنویسم معنیش رو برام. مردن ازگر که این دولا گدگا براواتی جن جیان آزادی. فقط هم یه تیکش رو هممون بلدیم که جن جیان آزادی، همون زن زندگی آزادی دیگه. لگه تو مای خوشی ببیرم، بره میدن برای دلیرم، لگه تو مای خوشی ببیرم، بره میدن برای دلیرم. چه ویالونی زده آقای پدرام شهلایی دیگه، فکر میکنم آهنگسازش که خودشونن. آره دیگه، آهنگسازی و تنظیم پدرام شهلایی، احتمالا ویالون رو هم همینشون زدن که همخونی هم میکنن. میکروفونش هم با میکروفون من یکیه، حالا من عرب گذاشتم روش، ولی همینه میکروفون آکاژه CD214. جن جیان آزادی، بتی خوشان و خبر، من رزگر که این ولاد گدگا براواتی جن جیان آزادی. لگه تو مای خوشی ببیرم، بره میدن برای دلیرم. یه نکته ای که خیلی برام حائز اهمیت بود توی این همسرایی به قول خودشون، اینه که صدای هیچ کس بالاتر از اون یکی نیست و واقعا معنی همسرایی رو داره میده. یعنی اگر قرار بود مثلا ابی که صداش خب حجیمتر از شاهین نجفی و حالا آقای ناصر، اینقدر حسابی هم اسمو یادم میره، ناصر رزازی که احتمالا تو این صحنه کرانده میبینیم نفر دوم از بالا هستن، هیچ صدایی به اون یکی برتری نداره از لحاظ لول
و واقعا همسرایی شده. این خیلی خوبه، یعنی نکته‌ایه که بهش درست و به جا عمل و دقت کردن. دیسان دجمنی خوین ریجی غدار کوتنی و لاوان هر وک گرگی هار درندی بدخو جلادی سرشید. کاش معنیش رو ولی به زبان فارسی یا حداقل انگلیسی روی ویدیو به صورت زیرنویس می نوشتن برای امثال مایی که به زبان شیرین کردی تسلط نداریم. ببخش من دارم ور میرم با خودم و جا به جا میشم، شرمنده. آره، کاش زیرنویسش رو می نوشتن متوجه می شدیم که چی دارم میگن. حالا من ما بینش یه کلماتی شنیدم، بذاریم اول دکلمه رو دوباره بشنویم. کوتنی و لاوان هر وقت گرگی هار، یه گرگی هار من شنیدم، مثلا گرگی هار. درندی بدخو جلادی سرشیت، درندی بدخو جلادی سرشیم، اونو نفهمیدم. بخوین رشتنی ملت کوتکار، دیسان رنگین بو چنگی گلاوی، بخوینی پاکی خلکی لادی و شار. دجمن بزان تولی هاوریان، استین مو من یک به هزار. گرچی رش پوشم بو هاوریکانم، ورم برستره بو توی استمکار. بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان، بکویری چاوی دجمن هزار جار. تا اینجا خیلی منو جذب نکرده کار حقیقتن. برای شخصی مثل ابی، برای شخصی مثل شاهین نجفی، کار خیلی حماسی تر، کار خیلی تأثیر گذارتر میتونست باشه به نظر من. و حالا تنظیم خوبیه ها، بد نیست، ولی اون تأثیر گذاریه رو میدونی تا حالا نداشته برام. نمیدونم، شاید حالا رفته رفته جا بیفته. البته اینجا که نوشته آهنگسازی، ولی حدس میزدم که مثلا یک ملودی و یک آهنگ قدیمی یا اصطلاحاً فولک کردستان میتونست این کار باشه، یا اگر که نیست، اگر بود خیلی بهتر میشد به نظرم، چون کارهای نوستالژی معمولا وقتی بازخوانی میشن خیلی جذاب میشن به نظر من. ای دشمن خونریز ظالم. خب فکر میکنم این چیزی که الان اینجا داره مینویسه معنی همین شعرشه. وقتی میگم واقعا بار اول با شما ریاکت میکنم همینه. مثل خیلی از دوستانی که ریاکت میکنن نیستم من، که میشینم میبینن نکته در میارن، حالا سوای ویدیوهای نقد و بررسی که اونجا مینویسم نقد و بررسی، بارها گوش دادم. خب ببینیم چیه شعرش. درنده بدخواه با تو هم ای خواهر با جرأتم، بیا به میدان ای برادر دلیرم، با تلاش و مبارزه وطن را رهایی ببخشیم، ملت به آرزوهایش میرسن، زن زندگی آزادی، همون جنجیان آزادی. سب دیوانه بدان. خب ببینیم ابی چی میگه. ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت. بسیار همالی. ملودی اند میوزیک پدرام شهلایی که خوند. گفتم تکس خلید یا خالید رشیدپور، میکسم از سینگ رجا حیدری، باقلاما هم علی شاکر که توی ریتم و جواب وکال ها داشتیمش دیگه. خب اینم از این. کار بدی نبود. حالا میگم خیلی قوی تر هم میتونست باشه، میتونست ویدیو کلیپ خیلی بهتری داشته باشه و
مثل ویدیو کلیپ داریوشه، ولی که کارش هم ویدیوش هم رفتیم میذارم لینکش رو ببینید، میتونست یه ویدیو خوبتر و ارزنده تر داشته باشه. نکته مثبتش رو گفتم، این بود که واقعا همسرایی بود، صدای هیچ کس به هیچ کس برتری نداشت، یعنی نمیتونستی به تفکیک صدای شاهین نجفی رو ابی رو با هم دیگه تشخیص بدی و کاملا سرودتر بود، اینش خوب بود، دوست داشتم. بعد دیگه بهتر بود شعرش همون اول زیر نویس میشد، حالا شاید نذاشتن که حواس پرتی ایجاد نکنه، حتما یه دلایلی داشتن بهش فکر کردن، نظریه که من دارم میگم. این وسط میگم ببخشید بابت صدا، خودم رو مخم صدا، ولی دیگه گفتم پاشو الان وقت استراحت نیست، الان وقت تن پروری که نمیشه گفت چون واقعا سرمای بعدی خوردم، سه روز خوابیدم. نمیدونم شما هم نظرتون حتما بنویسین برام ببینم که راج ماهنگ چه نظری دارین، ولی واقعا کی فکرشو میکرد که یک روزی ابی و شاهین نجفی با همدیگه توی یک قطعه موسیقایی همصدا بشن. اینجاست که میگن وقتی قرار یک اتفاقی بیفته، یک هدفی به نتیجه برسه، یک ایده ای که توی سر هست، یک اتحادی به وجود میاد، قرار شکل بگیره، هیچ چیز و هیچ کس جلودار انسان نمیتونه بشه و همه تفاوت عقیده ها، اختلاف سلیقه ها، همه با هم و با هم میان در کنار هم و سعی در به ثمر رسوندن اون فکر و تفکری که هستش دارن. امیدوارم که همه این چیزایی که تو سر اون هست درست باشه، نور بر تاریکی پیروز باشه و آزادی رو ببینیم. دمتون گرم، خوشحال میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب بکنی، نظرتون رو حتما راجع به آهنگ بنویسید، میخونم جوابتون رو هم میدم، دوستتون دارم، تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.